سلام برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز، امیدوارستم قلبتون امروزم باز باشه که روح القدس که الان اینجاست، اینو به اندازه کافی ما در سرودها خوندیم، با ماست و در ماست که شما رو احیا کنه، چشمای قلب ما رو باز کنه که واقعا او رو ببینیم با ایمان. ما الان چند مدتی است که تقریبا یه دو ماه از یولی بود که ما شروع کردیم به موعظه کردن، موضوع هایی که در مورد روح القدس بود، شخص سوم تثلیث بود که امیدوار هستم یادتون نرفته باشه، چند بار در موردش موعظه کردیم و بعد از اینم الان تقریبا دو هفته است که در مورد اتحاد صحبت میکنیم که به وسیله روح القدس که این اتحاد به وجود میاد. و مخصوصا این دوتا مطلب هایی که الان ما تقریبا از ماه یولی ما صحبت میکنیم، اگر دقت کرده باشین در انجیل یوحنا باب 14 است تا 17 نگاه میکنیم که این موعظه هم که برادرمون آرش هفته گذشته کرده از یوحنا، انجیل یوحنا باب 17 است که اونجا در مورد اتحاد صحبت میکنه که میگه که پدر جان همینطور که تو با من یک هستی ایشان هم همینطور در ما یک باشن. پس جالبش اینه الان میخوایم یه کوتاه نگاه کنیم که در از یوحنا باب 14 است که عیسی مسیح شروع میکنه در مورد این تسلی دهنده مدافعی صحبت کنه. بعد از این میگه که او خواهد آمد به شما تعلیم خواهد داد و همینطور هم به شما یادتون خواهد آورد چه چیزایی من صحبت کردم. بعد از این میریم تو باب 15 است، اونجا در مورد این احکام محبت صحبت میکنه که میگه من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها در من بمونید و من در شما بمونید، اینطوری میتونین ثمره بیارین. بعد از این میگه که و احکام من اینه که همدیگر رو دوست داشته باشین. و بعد از این از باب 15 میره دوباره باب 16، اونجا دوباره در مورد روح القدس صحبت میکنه و میگه زمانی که روح راستی خواهد آمد او اعلام هایی خواهد کرد، نام من رو جلال خواهد داد. و آخرش هم میگه که آخر باب 16 صحبت میکنه دل قوی باشین چون من غلبه یافتم. یعنی میگه که یه پونکتی گذاشته گفته ببین همه چی دیگه تمام شده، من غلبه یافتم روی دنیا. بعد از این میاد در باب 17 است که در مورد این دعای کهانته که عیسی مسیح اونجا با پدر صحبت میکنه و بلافاصله بعد از این دیگه دستگیرش میکنن و اونجا میبرن مصلوبش میکنن. خیلی جالبه که نگاه میکنه میبین که تقریبا مثل یک ساندویچ میگم اینطوری هست که 14 روح القدس، 16 روح القدس، وسطش محبته که به وسیله این روح خدا، این محبت و این در مسیح موندن، در این تاک موندن و مشاخه هستیم، اینجاست که وصل میشیم به روح القدس که اینجا ثمره بیاریم که آخر باب 17 میبینیم که به این اتحاد میتونه برسیم. بدون روح القدس عزیزان ما هیچ موقع هیچ شخصی هر سعی هم بکنیم نمیتونیم به اتحادی که در راستی هست و اتحادی که حقیقت نمیتونیم برسیم. به این خاطر فکر میکنم ما فکر نکرده بودیم همینطور از یولی روح القدس صحبت کرد در مورد محبت، یهو اتحاد بود که اینجا ما شنیدیم. پس باب 16 تا 17 الان خودتون برید توی خونه های خودتون بخونین، دوباره بخونین، ببینین که چطور روح القدس یا چطور عیسی مسیح این مسیر رو هدایت میکنه. پس هر چقدرم در مورد اتحاد میخوایم صحبت کنیم، یه چیزی یاد بگیریم، بدون هدایت وصل شدن به روح القدس نمیتونیم اتحاد رو به وجود بیاریم. ما معمولا سعی میکنیم با کارهای خودمون، رفتارهای خودمون فکر میکنیم برای جسمانی بیایم محبت کنیم دیگه، اینجا در روحیه هستیم یا هر هم فکر باشیم. فقط امروز نمیخوام در مورد اتحاد صحبت کنم، به اندازه کافی نسرین بود و همینطور برادرم آرش بود که در مورد این و همینطور هم توی جلسه های پنج شنبه هست که تعلیمایی بود که خواهرمون الیزا و همینطور مهناز هم تعلیم دادن و یک بار هم همینطور دوباره آرش هم در موردش تعلیم داد. یعنی واقعا میتونم بگم یولی، آگوست تا سپتامبر خدا با کلیسای ما صحبت میکنه. آمین، باور میکنین؟ مهم اینه که این
گوش شنوا داشته باشیم که واقعا بتونیم بشنویم. و کار روح القدس اینه که زمانی که آمد، همینطور که عیسی مسیح میگه که ما رو به تمامی راستی هدایت کنه، به تمامی راستی. زمانی که نگاه میکنیم عیسی مسیح از باب 14 که صحبت میکرد و دیگه تقریبا مثل این که آخرین چیزایی هست که عیسی مسیح اونجا به شاگردانش میخواست بگه که الان من باید خودم رو آماده میکنم برای بازگشت پیش پدر، فقط اینجا میگه که در باب 14 آیه 16 تا 18 میگه که و من از پدر سوال میکنم، برای قبل از این باب 14 میگه که در خانه پدر اتاقای زیادی هستم و من میرم و میام و شما رو با خودم میبرم. اول اینطوری شروع میکنه باب 14، مثل اینکه یه خانه خونه هست که یه مکانی هست که خدا برای ما فکر کرده، گوش میکنه، برای تو فکر کرده، در آسمون اونجا همه چی آماده شده و الان خودش میره بالا و میگه که برحال اینجا میگه که و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده یا مدافعی دیگری به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیشناسند و نمیبینند، و اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند، با شما میماند و در شما خواهد بود. اینو چند مدتی است که در این قسمت ها صحبت کردیم و بعضی وقت هست که ما میشنویم فقط باور نمی کنیم که این زمانی که خدا یه حرفی میزنه، یه حرفی هم با معنیه، اینطوری نیست که مثال میگم بعضی وقت ما صحبت میکنیم یا منظور من این نبود ها، منظور من اینطوری نه، زمانی که خدا صحبت میکنه، عیسی مسیح صحبت، روح القدس صحبت میکنه، دقیقاً هر همین چیزی که تو قلبش اینم به ما میخواد منتقل کنه، ما باید فقط باور کنیم. و به این خاطر اینجا میگه که او با شما خواهد بود، الان روح القدس با ماست، اینجاست و من باور میکنم، خوش اومد میگم روح القدس، میدونم که تو اینجا هستی، ما با پرستش هم اینجا بودیم و شکرت میکنیم که ما الان اینجا هستی، به ما کمک کنی و قلبهای ما رو تسخیر کنی، قلبهای ما رو خداوند روح القدس لمس کنی، تسلی بدی، بنا کنی، من میدونم تو اینجا هستی چون تو گفتی و من باور میکنم، چطور نمیدونم. و همینطورم زمانی که تولد تازه رو به دست آوردیم، پس درش ما هم هست، در ما هست. و بعد از این آیه 18 میگه که شما رو یتیم نمیگذارم، نزد شما میام. این قسمت ها هم ما خیلی زیاد در موردش هم صحبت کردیم، یعنی ما معمولا خودتونم خوندی، یتیم نمیذارم، مثل این که اینطوری، چون شاگردانشون یکم ناراحت شدن که زمانی که عیسی مسیح میگه که من میرم میام و نمیدونم دیگه با شما نخواهم بود، و اینجا عیسی مسیح اون خدای محبت پدرانه هست که درونش هست که میگه که من شما رو یتیم نمیگذارم. فکر نکنین که الان 3 سال و نیم با شما بودم، همه چی رو به شما نشون دادم، با من زندگی کردین، الان میرم و همه چی رو هم به شما تعلیم دادم، الان میرم و دیگه نخواهم آمد. چون اون موقع احساس یتیمی میکنن، چون 3 سال و نیم با عیسی مسیح، کنار عیسی مسیح بودن، فایده نداشت الان یهو احساس تنهایی بکنن. و یتیم یعنی کسی نیست که تو رو هدایت کنه، کسی که نیست که از تو دفاع کنه، کسی نیست که به تو کمک کنه، کسی که نیست که درمانده، یا یه کسی نیست که تو رو تنها بذاره. یعنی اینطوری خدا نگاه میکنه به تک تک ما، میگه که من میرم، فقط فکر من نه فقط برای شماست، بلکه من یک کسی رو خواهم آمد که به جای من بیاد، همینطور که من با شما بودم او هم با شما باشه. شما یتیم نیستین. این معمولا ما توی این روان درمانی ها خیلی ما بیشتر اکثریت ما که دعا میکنیم و افرادی میان با دردهای گذشته از پدر، از مادر، تقریبا 80% افرادی هستن که واقعا احساس طرد شدگی میکنن،
طرد شدگی یعنی کسی نیستی که منو قبول کنه. و اونجا خیلی وقت باید بگذاریم روان درمانیش کنیم که محبت پدر به وسیله روح القدس وارد بشه و این رو درمان کنه. و اینجا خدا خود عیسی مسیح اینجا میگه که ببین نترسین، من شما رو تنها نخواهم گذاشت. فکر این چیز، فکر این یتیمی رو نکنین. فکر نکنی که هیچ کسی نیست که به من یاد بده، رهبری کنه، محافظت کنه، دفاع کنه از من. هیچ کسی در این دنیا نیست که بتونه منو تسلی بده. این تسلی هایی که عیسی مسیح میداد تسلی های دنیایی هستن که فقط یه زمان فقط یکم ما رو آروم میکنن. به این خاطر همینطور که در یوحنا باب 10:10 میگه که دزد نمی آید جز از اینکه بکشد، هلاک کند و از بین ببرد. من آمدم که ایشان حیات یابند و زیادتر حاصل کنند. و عیسی مسیح خیلی خوب میدونه در این دنیا پر از دزده، پر از شرارته، پر از گرگ هایی هستن که میخوان زندگی ما رو از بین ببرن. خودش بر نمیگرده، میگه که 3 سال این پیش شما بودم، درس ها یاد دادم، الان میرم اونجا. بلکه میگه که برای زندگی کردن واقعا احتیاج به کسی دیگه داری. من محدودم. عیسی مسیح میگه من محدودم، من نمیتونم همه جا باشم. هر کسی که کمک میخواست، هر کسی که شفا میخواست بایستی میامد پیش من. فقط من یک فکری دیگه، یک ایده دیگه دارم، یک چیز خیلی بزرگتر از این که شما فکر میکنین. به این خاطرم میگن که به من و من به شما راستی میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا که اگر نروم تسلی دهنده یا همینطور مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او رو نزد شما میفرستم. پس میگه که مفیده. عزیزان الان شما اینطوری فکر میکنین که الان من میرم وای چی میشه، دوباره چطور بر میگردی؟ من دوباره همینطور بر نمیگردم دوباره، بلکه یک کسی رو میشناسم به جای من، شاید اینطوری به شما بگم. و یه چیزی هست که نمیخوام بگم بهتره، بلکه یک کسی خواهد آمد دیگه با شما و در شما خواهد بود تا ابدالآباد. و مدافعی که در موردش صحبت میکنه یا کمک کننده به زبان یونانی میگه که روی دیگری ولی از همان جسم او، جسم عیسی مسیح، جنسه. یعنی اینطوری به شما بگم که درست شاید متوجه بشین که برای شما مکاشفه بشه، برای زندگی حتی تک تک ما مکاشفه بشه. مثل اینکه عیسی مسیح میگه که من الان اینجا نمیتونم تمام دنیا باشم، من الان محدود هستم. هر چقدر خداست محدود بود، اون نمیتونست، عیسی مسیح نمیتونست همه جا باشه. به این خاطر میگه که بهتره که من برم. الان من میرم و یه تسلی دهنده یا یه مدافع دیگه که تقریبا همینطور که گفتم روی دیگه ولی از همون جنس من، او خواهد آمد و او شما رو هدایت خواهد کرد، او شما رو کمک خواهد کرد، او شما رو تسلی خواهد داد، او شما رو تعلیم خواهد داد. هر چیزی که من کردم او خواهد کرد، حتی کارهای بزرگتری هم خواهد کرد. حالا ما باید اینطوری نگاه کنیم که شاید چون ما با پدر ما میتونیم خیلی خوب رابطه داشته باشیم، چون پدره و احساس پدری هم اینطوری هم در این دنیا داشتیم و میدونیم که منظور پدر چیه. و عیسی مسیح هم به هر حال عنوان پسر خودش هم چون انسان آمد، انسان شد، میتونیم رابطه برقرار کنیم، چون انسان میتونیم صحبت کنیم. فقط چون زمانی که میرسیم به روح، روح خدا و مخصوصا که شخص سوم تثلیث و روح القدس هم شخصیت، حداقل میگفتیم که روح خدا اگه میگیم قدرت بود، حداقل میتونم بگم باشه قدرت رو میتونم تصور کنم. فقط زمانی که میگیم که روح القدس شخص سوم تثلیث شخصیت داره، صحبت میکنه، فکر میکنه، احساس داره، تصمیم میگیره، ما
موقع میگم آخه چطور میتونه باشه این روح کجاست الان؟ نمیتونم ببینمش. به این خاطر میگذاریم کنار، میگیم که بگذار کنار، من بیشتر میخوام با عیسی مسیح اونجا ملاقات داشته باشم. چیزی بدی نیست. فقط کسی که ما اینجا احتیاج داریم و زمانی که خدا میگه، عیسی مسیح میگه بهتره که من برم اونجا، شما میتونید منو پرستش کنین یا و پدر رو پرستش کنه. و اگه یه کسی خواهد آمد دیگه، من میخوام شما یتیم نباشین، یه کسی رو داشته باشین که 24 ساعت در زندگیتون 12 ماه در سال با شما باشه تا ابدالآباد. تقریبا اینطوری میتونم بگم که درست متوجه بشه، من اینطوری تصور میکنم که عیسی مسیح میگه که من میرم بالا و خودم رو تکثیر میکنم. الان یک زمانی که 2000 سال پیش که خودش فقط مثل یک پسر خدا که آمد اونجا با جنس خودش، الان من میرم و اون موقعی که من آمده بودم برای همه شما آمده بودم، الان من میرم و الان من شخص مورد شخصی میگن شخصم برای تو میام. مثل این که الان زمانی که عیسی مسیح می بود و اینجا خدمت می کرد، معجزه می کرد، کارایش کرد، الان رفت و الان مخصوصا الان میاد روح القدس میاد، الان فقط برای نسرین آمده. من برای تو هستم، من آمدم تو رو خدمت کنم، من آمدم تو رو کمک کنم، من آمدم تو رو تسلی بدم دردهای تو رو، من آمدم تو رو هدایت کنم. حاضر هستم اینجا کنار تو هستم. همینطورم آرش، من اینجا هستم، از من میتونی استفاده برای این ساخت، برای این من خدا من رو فرستاده. من همون رویی که در عیسی مسیح، من اینجا هستم برای یک مأموریت، اینجا آمدم، روی من میتونی حساب کنی. حمید، من فقط برای تو فرستاده شدم، من اینجا هستم و میخوام با تو زندگی کنم. الان تصور کن حمید، الان روح القدس نیست، عیسی مسیحه، همون عیسی مسیح 2000 سال پیش، الان نامریه، الان کنار تو ایستاده، میگه که الان برای تو هستم، هر چیزی که احتیاج داریم کنار تو هستم، با تو هستم و در تو هم هستم و میخوام با تو زندگی کنم. و او تو رو ترک نخواهد کرد، با توست، چون کلام خدا میگه من با تو، با تو خواهد بود و در تو خواهد بود. عزیزان، تک تک شما الان اگه میخواین عیسی مسیح رو تصویر بکشید، که بگیم که به جای روح القدس بگیم که عیسی مسیحه، اوکی؟ روح القدس نامده برای همه ما، روح خدا آمده برای تک تک ما و اون روح القدس فرق نمی کنه، روی من که هدایت می کنه، از روی که سارا هدایت می کنه یا شبنم رو هدایت می کنه فرق نمی کنه، هر دوتاشون یکی هم. نمی دونم چطور، فقط می دونم همون روی خداست. پس زمانی که ما تولد تازه رو گرفتیم و تعمید رو گرفتیم و از این آب آمدیم بیرون و اعتراف کردیم عیسی مسیح خداوند منه و خدا روح خودش رو فرستاده، الان روح خدا یعنی عیسی، الان همون عیسایی که تصور میکنی 2000 سال پیش آمده، این عیسی الان کنار توست، بخوایی نخواهید به کنار توست، هر جایی که میری کنار توست، میری توی گناه کنار توست، میتونی اونجا غیبت میکنی کنار توست، کلام رو میخونی کنار توست، سوال میکنی میگه روح القدس الان چیه، عیسی مسیح الان چیه، چون اونجا گفته که روح القدس میاد و من تعلیم میده. روح القدس این چیزها رو نمیفهمه، منظور تو چیه، میا برای من مکاشفه کن. مثل عیسی مسیح کنار از اوست میپرسی، فقط چون نامرئیه نمیتونی تصور کنی، فقط با ایمان میتونی دریافت کنی. همینطورم دعا میکنیم، روح القدس کمک کن برای دعا کردن، چه چیزهایی هست که باید دعا کنم. و این روح القدس بی تفاوت اونجا ننشسته، اونجا همینطور حوصله‌اش در رفته، بلکه فعاله، دوست داره کمک کنه. و روح القدس هم همون چون خداست، مطمئن باید باشیم که عاشقانه روح القدس تو رو دوست داره، اشتیاقش برای توست.
چرا ما توی گناه میفتیم، چرا تصمیمای غلطی میگیریم، چرا اتحاد رو نگه نمیداریم؟ چون باور نمیکنیم که عیسی مسیح کنار ماست. زمانی که میرم پچ پچ میکنم، مثال میگم، چون اکثریت مشکل بزرگترین مشکلی که اتحاد رو خراب میکنه من پچ پچ هاست و همینطورم پشت حرف زدن حتی فکر کردنش هم اشتباه است. و زمانی که بگیم که شروع میکنیم پچ پچ کردن، عیسی مسیح کنار توست، میشنوه. بگم روح القدس فقط الان میشنوه. به این خاطر میگه رویی که خداوند به شما داده محسون نکنید، دردش نمیاری، چون درد میکشه، چون میبینه تو کلیسا رو جدا میکنی. و همینطور هم قسمت های دیگه هم الان زمانی میری مثلا توی لوکال اونجا خودتون با الکل مست میکنی، مطمئن باش عزیزان، روح خدا اونجاست با توست. منظور این نیست که الکل نخور، منظور این نیست که الان آبجو نخوری یا چیز، منظور اینه که زمانی که میرین اونجا با انگیزه های اشتباه که خودت رو مست کنی و هر چیزایی الان انجام میدی، زمانی که تلویزیون رو روشن میکنی و شروع میکنی فیلم های سکس نگاه کردن، باور کنین عزیزان، امروز از امروز به بعد عیسی مسیح که کنار تو نشسته، فقط او به تو نگاه میکنه، میگه که چه دردی میکشه که زمانی که نگاه میکنی چه چیزایی هست که تو ور میداری خودت رو ارضا کنی. فقط اونم اونجا ننشسته که تو رو داوری کنه. اون میگه کاشکی میدونست کی کنارش نشسته، کاشکی میدونست تمام قدرت رو دارم، تمام توانایی رو دارم، او رو تسلی کنم، بنا کنم و اصلاح کنم و بلندش کنم، از او یه مرد یک زنی بسازم. کاشکی میدونست. فقط نمیدونه، هنوز دنبال چیزای دنیایی میگرده، هنوز میخواد نفس خودش رو با این چیزا پر کنه. آرزو من اینه، برای خودم همینطور، برای شما عزیزان، برای کسانی که بینندگان الان از هر جایی که نگاه میکنین، واقعا از امروز به بعد باور کنین عیسی مسیح گفته روح القدس، اون تسلی دهنده، اون مدافعی که کمک کننده خواهد فرستاد، با شما خواهد بود و در شما خواهد بود. هر جایی که میخوای بری او با شماست. او شما رو میگه خدافظ، من نمیام لوکال، من نمیدونم جای دیگه، او با توست. یا به قسمتی هم هست که تو رو محافظت کنه، تو رو نگهداری کنه، تو رو از تو دفاع کنه. زمانی که توی مشکلهایی میفتیم، تو حمله هایی میفتیم، پشت شما دروغ میگن یا بدی میگن، اون تسلی دهنده کنار توست. هیچ کسی نمیتونه در این دنیا منو تسلی بده جز از روح خدا، چون او حقیقت رو میدونه. بعضی وقت هم هست که ناراحت میشم، آخرش هم همینطور که درد دل میکنم، همینطور که میگم عیسی دیدی این چه تت 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 شروع میکنم به صحبت کردن، بعد از یک زمان سکوت احساس میکنم برداشته، همینطور تو هم قسمت هایی مقصر بودی. اونجا متوجه میشم که من هم اونجای خرابی هم کردم. اون تسلی دهنده نبود، میرفتم پیش نسیم، پیش چیز، همه تمام تلخی ها رو میگفتم و متوجه نمی شدم که منم اونجا مقصر بودم. روح القدس، روح حقیقی، منو در راستی هدایت میکنه، راستی به خودم آشنا بشم. و اینا میگم در مورد گناه، منظور این نیست که زمانی که گناه بکنی که خدا تو رو داوری میکنه یا خدا از تو دور میشه. تو هستی فعل حقیقی از خدا دور میشی. زمانی که بگیم که الان این عیسی مسیح یا روح خداست، این پولتی که اینجا هست که با او زندگی میکنم، او جایگاه خودش رو گرفته، اونجاست. و زمانی که گناه میکنم، زمانی که با فکر خودم، با انگیزه های خودم، با نمیدونم نقشه های خودم تو گناه وارد میشم، مثلا رابطه با او ندارم، من دور میشم، او دور نمیشه. و اونجاست احساس خلا میکنم، اونجا احساس میکنم که خدا کجا هستی، چرا منو ترک کردی. بعد از این عیسی مسیح میگه چی؟ یعنی کار روح القدس چیه؟ کار روح القدس اینه که چه کار کنه؟ عیسی رو جلال بده، درسته؟ عیسی رو چطور جلال میده؟ زمانی که منو به نشون میده که
چه گناهی کردم. بعد از این بلافاصله روح القدس هدایت میکنه به صلیب، نگاه کن به صلیب، اونجا عیسی مسیح گناه تو رو آمرزیده، اونجا آزاد میشی. روح القدس که هدایت میکنه که اونجا یه توبه میکنم، بازگشت میکنم و دوباره برمیگردم به جایگاه خودم کنار عیسی مسیح، کنار روح القدس که اون موقع منو هدایت کنه. من میتونم فقط اینو بگم، بهترین، قدرتترین چیزی که ما احتیاج داریم همون عیسی مسیح خدا به ما بخشیده که کنار ماست، با ماست و ما متوجه نمیشیم. او معلم ما، رهبر ما، مددکار ماست، مددجو، همینطورم که مدافع، محافظ شخصی منه، شخصی توست، اون کنار توست. زمانی که کنار منه، منظور نیست که کنار نسی نیست، نسی نمیده، آرش و هر کسی که اینجا نشستین. به هدف عیسی مسیح زمانی که گفت خوبه من برای من برم، اگر من نرم من شما ناقص میمونی، مثل این که من نمیتونم برای همه شما باشم. به این خاطر آرزوه همینطور روح القدس، یعنی عیسی مسیح بود که زمانی که عیسی روح القدس میاد، زندگی تحت هدایت او خواهد شد. هدایت و همینطور کمک تو، آموزش، تعلیم، محبت، قدرت، حکمت، راهنمایی روح القدس، همه چی روح القدسه که تو رو هدایت میکنه. مثل این که اینطوری به شما بگم، مثل این که عیسی مسیح دوباره این دفعه فقط و فقط برای تو آمده در این دنیا. گوش میکنین؟ فقط برای تو آمده. من میرم و الان میام فقط برای تو. الان چقدر آرزو داشتین 2000 سال پیش اون در این مکان میبودین، شما هم الان جزء شاگردان عیسی مسیح میبودین، نه؟ نمیدونم دوست داشتی یا نه، به هر حال فقط الان، یعنی زیبایی اینه که واقعا این کلام رو واقعا مثل یک کودک دریافت کنیم که عیسی مسیح میگه که عزیزم خوب من رفتم، الان من شخصم فقط برای تو میام، الان میتونی روی من حساب کنی، فقط من نمیام اینجا آرزوهای خودت رو بدم، من نمیام اینجا که بتونم بگم که خب نقشه های تو چیه، مثل یک غلام. همینطور که میگم عیسی مسیح الان به جای روح القدس عیسی مسیح میاد، الان عیسی مسیح همینطور که الان گفتم که الان میاد برای نسرین فقط برای تو، اینجا عیسی مسیح چی میگه؟ همین چیزی که به شاگردانش گفت دیگه، نسرین بیا منو پیروی کن، و یا آرش و هر کسی، همینجا حمید، همین حرفی که عیسی مسیح گفت، هر کسی میخواد شاگرد من بشه صلیب خودش رو برداره و من رو پیروی کنه. همین کار روح القدسه که بیاد اینجا فقط به تو کمک کنه. اون موقع رو عیسی مسیح نمیتونست اینطوری کمک کنه که روح القدس هنوز در شاگردانی، به این خاطر خرابکاری میکردن. الان میگه که الان آمدم تو هم قدرت روح القدس رو دادم، از تو فرزند خدا ساختم، الان قدرت هم دادم که بتونی من رو پیروی کنی. اون موقع نمیتونستی، الان میتونی. و الان را آمدم تو رو الان اینجا بگم که عیسی مسیح که روی تخت نشسته سلطنت میکنه و اونم الانم دامادم هست. کار روح القدس اینه که میگه که من میام پایین و اینجا فقط برای تو هستم، کمک من میتونی حساب کنی. هدف من، ماموریت من اینه که تو رو آماده کنم، لباس تو رو آماده کنم، همه چی رو آماده کنم، طبیعت مسیح رو در تو قرار بگیرم و تو رو هدایت کنم برای عروسی با داماد تو عیسی مسیح. به وسیله برای این عیسی روح القدس آمده. به این خاطر روی او میتونین حساب کنین. من مطمئن هستم اگه واقعا این مکاشفه برای شما، یعنی این کلام برای شما مکاشفه بشه، خواهید دید کمتر گناه میکنین. زمانی که واقعا بدونی که عیسی مسیح کنار توست، هر چیزی که میبینی، فکر میکنی، او میدونه. حداقل ما میتونیم از گناه کنار بکشیم، بگیم که گناه نمیکنم، فقط فکرای ما رو هم باید تازه بشه
و اینجاست که روح القدس میگه که منم اینجا هم هستم که حتی فکرهای تو رو عوض کنم. دیده تو رو عوض کنم. و زمانی که میگه که عیسی مسیح، معمولا ما میگیم عیسی مسیح من نمیتونم الان در جای قرار گرفتم، مثلا الان وابسته به سیگارم، وابسته به ننم سکسم، وابسته به چیزی هستم. معمولا چه کاری میکنیم؟ ما سعی میکنیم با قدرت خودمون یه کاری انجام بدیم، شریعت رو انجام بدیم با زور که بتونم آزاد بشم. اشتباس عزیزان، اینطوری نمیتونین آزاد بشین. این مدافع کنار توست، این تسلی دهنده کنار توست، این محبوب کنار توست. و زمانی که اونجا با این رابطه صمیمانه با او زندگی میکنین و میگه که خودش میدونه وابستگی های تو رو، و زمانی که میگه روح القدس تو میدونی من متنفر این کار هستم و احتیاج واقعا به کمک تو دارم، احتیاج در این برای این به قدرت تو دارم، و فلحقی فقط و فقط این رابطه تو با عیسی یا با روح القدس این محبتانه است که یهو میبینی که احتیاج دیگه نداری. خیلی هستن که سیگار میکشن و میگن با زور میخوان عوض بشن، این سیگار اتوماتیک خواهد رفت با این رابطه با روح القدس، رابطه صمیمانه با روح القدس و باور کردن اون کنار توست و اون میخواد کمکت کنه، خواهی دید که عوض میشی. و آخرش هم که عوض شدی، نمیگی که من با قدرت خودم، نه، فقط و فقط با این ارتباطی، با این ارتباط صمیمانه که با روح القدس داشتم و اونجا قدرت رو گرفتم و محبت منو آزاد کرد. گوش میکنین عزیزان؟ محبت منو آزاد کرد. اونجا تمام جلال رو به عیسی مسیح میدین و کار روح القدس هم هست که واقعا عیسی رو جلال بده. عیسی مسیح میخواد، روح القدس میخواد طوری تو رو، زندگی تو رو دیگرگون کنه، یک شادی در قلب تو به وجود بیاره، در روح تو، در صورتت به وجود بیاره، یک اقتدار به وجود بیاره که به وسیله این عیسی مسیح جلال پیدا کنه. به این خاطر همه کارهایی که انجام میده فقط و فقط آخر میگه مرسی، شکر بر تو روح عیسی مسیح، تشکر میکنم به وسیله روح القدس من رو چیزی که جلال رو به عیسی مسیح میدی. و اون موقع روح القدس میگه آفرین، من به هدف رسیدم. برای این روح القدس آمده عزیزان، نه فقط قدرت رو، فقط بیشتر سرودهایی هم که میخونیم بیشتر در مورد قدرت روح القدس، آتش روح القدسه، چیزی بدی نیست. فقط این آتش معمولا زمانی که صحبت، این آتشی که ما رو جدا میکنه، تقدیس میکنه. یا فقط ما باید الان بدونیم که این آتش هم فایده نداره اگه تو این رابطه رو، ارتباط رو همینطور نگه نداشته باشی، چون واقعا مشارکت یک چالشی هست. این مشارکت یا این مشارکت صمیمانه نگه داشتن یه چالشی هست، همینطور مثل یه زن و مرد که اینجا با هم ازدواج میکنن، قول میدن تا آخر عمرشون با هم باشن، این عهد رو میبندن، یه چالشی هست، یعنی دردم هست تو. یا نه؟ سر هم دیگه رو نکوبیدین؟ مسلمه. نه، آرش هنوز نکوبیده چون هنوز نداره، به این خاطر سر منو میکوبه. این زندگی کردن، نگه داشتن رابطه چالشه، دردهایی که باید عبور کنی. و همینطورم با روح القدس زندگی کردن و نگه داشتن، یا عیسی مسیح میگه که من تاک هستم، شما شاخه در من بمانید. و بعضی وقت نمیخواین دیگه بمانید، خسته میشین، میخواین برین دوباره زندگی تو، دوباره برمیگردین دوباره. فقط بعد از یه مدتی که ثمرا رو می نگاه میکنی، میبینی که واقعا چقدر آرامش، شادی و محبت در تو قرار گرفته. و کسانی که مخصوصا این پیامی که خداوند توی قلب منم گذاشته، کسانی هم که بدون روح القدس زندگی میکنن و مخصوصا هم که میبینم که از سالهای گذشته خیلی هستن که ایمان آوردن به عیسی مسیح، چون کلیسا همون اول، جای دیگه همینطور، و چون اینو پریشان روشن نشده و قلب خودشون توی دنیا گذاشتن و میرن سردرگ سر توی سردرگمی یا سر
سرگردان میشن و همینطور آخ پاستور من باید برم کار کنم، من باید اینو بکنم، برای اونو بکنم. منظوری نیست که زبان کلاس زبان باید بری، باید بری دانشگاه یا باید بری کار بکنی. همه چی جای خودشه. ما هیچ موقع نمیگیم که از صبح تا شب بشینی کلیسا. فقط زمانی که رابطه خدا، رابطه با عیسی مسیح داری آگاهانه و اجازه میدی او با تو زندگی کنه، اون موقع همه چیز حل میشه. زبان تمامی تو روح القدس اونجا کنار تو توی مدرسه آلمان، زبان آلمان اونجا نشسته، او مداون توست، او کمک کننده توست، او چیزهای به تو یاد میاره. چند بار شروع کردی 100 تا چیزها رو، لغت ها رو خوندم، بعد از این فراموش میکنی. پس زمانی که آگاهانه میگی روح القدس کمکم کن دیگه یادم نره، و باور کن، و اونجاست که روح القدس کمک میکنه. امتحانه و هر چیزایی که هست برحال برای امتحانم باید یاد بگیرین. منظوری نیست که بتونه یاد گرفتن و زحمت برین اونجا بگی روح القدس بیار اونجا. خدا میگم روی انسان روح القدس روی راستی است، میگه که تنبل نباش، کار خودتو انجام بده، منم کار خودم انجام میدم. میگم که جز بعضی افراد بعد از این میرن اونجا میگن پاستور گفته که کسانی که الان اینجا هستن، کسانی بینندگانی اونجا هستن، افرادی هم که شاید خیلی از کلیسا هم دور شدین و از زمانی که کرونا هم شروع شده خیلی اصلا یک نظمی هم به هم رفت، به هم ریخته، و خیلی افرادی از ما اطلاع نداریم. معمولا باید 250 نفر عضو می بودیم، الان من اطلاع ندارم کجا هستن این پسران دختران، کجا هستن. و خیلی هستن که بعضی وقت که زنگ می زنن و میگن درگیر هستن و افتادن و زخمی شدن. و اینجا در کتاب هجای باب 1 آیه 6 اینجا میگیم مخصوصا کسانی که اینطوری بگم، کسانی که بدون روح القدس زندگی میکنن، کسانی که بدون این ملاقات با خدا زندگی میکنن، با این ملاقات صمیمانه با روح القدس زندگی میکنن، اینجا میگه که بسیاری کاشتید و اندک حاصل میکنید، میخورید اما سیر نمیشوید، مینوشید لیکن سیراب نمیگردید. من این تجربه رو داشتم با افرادی که از کلیسا دور شدن و زمانی که با ایشان تماس گرفتم سوی میکنه همه داغون هستن. رخت میپوشید اما گرم نمیشوید و اندک مزد میگیرید، مزد خیش را در کیسه سوراخ سوراخدار میگذارد. زحمت میکشن، همه کار را انجام میدن، آخرش هم به صفر میرسن، آرامش را از دست میدن یا از دست دادن، سول رو از دست دادن، مشارکت رو از دست دادن، شادی رو از دست دادن. خیلی ها شنیدم که تو این چند مدت تماس گرفتن گفتن که واقعا آرزو میکنیم اون زمانی که ایمان آوردیم چقدر شاد بودیم، الان همه چی رو از دست دادیم. درده. کسانی هم که الان میبینن و امیدوار هستن زیاد افرادی هم حتی تو کلیسا که نمیان نگاه کنن، چون با این موعظه خدا میخواد، اون خدای پدر میخواد شما رو بخونه، میگه که برگردیم به خانه پدر، برگردیم که خدا منتظرش ماست، اون پدر منتظرش ماست، نه داوری کنه بلکه اصلاح کنه، دوباره بنات کنه، دوباره این شادی رو منتقل کنه. شما خواندگی بزرگی دارین و تک تک شما که اینجا هم هستین، این چیزی که الان خوندم این واقعا وضعیت کلیسا هاست. ما خیلی کار میکنیم، خیلی سعی میکنیم پول جمع کنیم، آخر میبینیم دزد میاد برمیداره یا اتفاقاتی میفته، یه چیز رو از دست میدیم. و با این رفتارهای خودمونم که توی دنیا قرار میگیریم بیشتر به روح القدس دروغ میگیم و محسوم میکنیم طبق کلام خدا با گناه های خودمون، غمگین میکنیم، ناراحت میکنیم، چون باور نمیکنیم او کنار ماست. یک بار تقریبا دو ماه پیش بود فکر میکنم موعظه‌ای کردم، نه یادتون هست که جایی که من کار میکردم اونجا چطور خدا مکاشفه رو داد، چقدر روح القدس درد میگیره زمانی که ما توی گناه قرار میگیریم. داوری نیست، درده. و
میخواد. زمانی که توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، یهو شادی به وجود میاد. به این خاطر همون عیسی مسیح که گوش داشت که بشنوه، و خیلی افرادی بودن دوره ور عیسی مسیح بودن، همینطور یادتون از این زنی هست که 12 سال خون ریزی داشت، که تنها او یه کسی بود گفته من میخوام برم اونجا رو لمس کنم و میدونم این لمس کردنش این خون ریزی من اونجا قطع میشه، و اونجا رفت دست زد، یعنی رفت جستجو کرد یه کسی که اجازه نداشت وارد جامعه بشه. اونجا رفت و عیسی مسیح گفته کی من رو دست داد؟ گفته ببین اونجا پر از همه با اونجا هست. گفته نه، یه کسی با ایمان من رو لمس کرد. به این خاطر الان ما اینجا خیلی خیلی افرادی هستیم، اینجا 50-60-70 نفر اینجا هستیم. پس کیست که واقعا با ایمان میاد رو لمس میکنه و میگه واقعا تو رو جستجو میکنم، میخوام با تو زندگی کنم، میخوام در این ملاقات با تو زندگی کنم. به همینطورم گفتم که یه چالشی هست، یعنی واقعا وقت گذاشتن، اول باور کردنه. تو باید باور کنی، از امیدوار هستم از امروز به بعد باور کنی دیگه تنها از اینجا نخواهی رفت بیرون. زمانی تو او با نشستی، عیسی مسیح نامری کنار توست. زمانی که بعضی وقت نگاه میکنی افراد شروع میکنی فوش دادن، کنار توست، میشنوه. میگم عزیزم، میخوام درست متوجه بشی، او محکوم نمی کنه، محسوم میشه. درد میگه که بزرگترین قدرت کنار توست، استفاده کن. محبت من، مشارکت با من، این رفاقت با من زندگی تو رو دگرگون میکنه. من آمدم تو رو از شریعت آزاد کنم. عیسی مسیح کنار توست، اینجاست که آزادیه که در مورد شما صحبت میکنه. جایی که روح خداست اونجا آزادیه، جایی که با عیسی مسیح راه میری اونجا آزادیه، شریعت نیست. روح القدس کسی رو مجبور نمی کنه، یک روح بنده نیست، و اگه او رو نمی خواهی او نخواهد آمد. اگه با او صحبت نمی کنی او با تو صحبت نخواهد کرد. یک بارم گفتم که اون یک جنتلمن با زور نمی کنه، و وقتی نمی خواهی فاش نمی کند، و روح القدس یک روح انتظار است، و ما باید این قدم ها رو برداریم، یعنی این تصمیم رو بگیریم با او تماس داشته باشیم، و او باید باور کنین. همون شاید چند مدتی است که محل نمیذاری، شاید دائما فقط با پدر صحبت میکنین، با عیسی مسیح صحبت میکنین، چیز بدی نیست. نمیخوام بگم که فقط الان از امروز به بعد که واقعا باور کنی که کنار توست که و منتظر توست که تو با او ملاقات داشته باشی. تنها کسی که بتونه تسلی بده عیسی نیست، روح خداست، عیسی نامری، اینطوری بگم. و تو این چند مدت عزیزان توی کلیسامون هم همینطور خیلی مخصوصا دعا میکنیم، دعا میکنیم، چون در این زمان آخره که عیسی مسیح میخواد کلیسای خودش رو بنا کنه، کلیسای خودش رو بیشتر تبدیل کنه، این اتحاد رو به وجود بیاره. خیلی هستن که اعضای بدن آلفا اومگا هستن، عضو بدن آلفا اومگا هستن، فقط گم شدن. مثل این که این بدن ناقصه، پا نیست، دست نیست، گوش نیست. و با این موعظه هم میخوام همینطور الان افرادی که شما که اینجا هستین، کسانی که عضو کلیسای آلفا اومگا هستین و یعنی اینجا تعمید گرفتین، و همینطور هم بینندگان عزیز اگه اینجا هم هستین که اینجا تعمید گرفتین، اینجاست که همون داستان پسر گم شده تو این چند هفته هست که خدا خیلی با قلب ما صحبت میکنه. به این خاطر این موعظه هم که میکنم مخصوصا هم برای همه ما، اول با روح القدس آشنا بشیم، و همینطور هم پدر که شما رو صدا میکنه و به وسیله روح القدس که شما رو صدا میکنه و وضع شما رو، مشکلات شما رو، درگیری شما رو میدونه و میدونه که در چه جایی قرار گرفتین توی
ظلمت قرار گرفتی، شاید در قسمت هایی موفق شدین، فقط آرامش رو نگاه کنین، محبت رو نگاه، شادی رو نگاه کنین، این از بین رفته و خدا میخواد دوباره شما رو برگردونه. و خدا اینجا روح القدسه که زمانیم که دعا میکردم گفته این همون داستان پسر گم شده بتونم برای شما بخونم، چون این پسر گم شده برای ایماندار، برای بی ایمانان نیست بلکه برای ایماندارا هست. ما بعضی وقت استفاده میکنیم برای بی ایمانان. فقط این شخصی هست که توی خانه پدرش بود و اونجا ارث خودش رو گرفت و رفت. پدر بود، پدر رو داشت، تجربه پدر رو داشت. و اینجا میبینیم که در آیه باب 15 آیه 17 تا 19 دیگه که پس رفته خود را، این پسر گم شده که گفته که من الان میخوام برم، من میخوام مستقل باشم، و افرادی هم که الان از کلیسا دور شدن میخواستن مستقل باشن، میخواستن زندگی خودش، خانه خودش با قدرت خودش بسازن. و اینجا میگه که پس رفته خود را به یکی از اهل آن ملک پیوست و او را به املاک خود فرستاده تا گرازبانی کند و آرزو میداشت که شکم خود را از خرنوجی که خوکا میخورند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمیداد. عزیزان این فکر میکنم خدا میخواد اینو بگه که اینه در دنیا زندگی کار کردن، اینه حتی میخواست خوراک رو به خوکا رو بخوره بهشان نمیدادن، اونقدر گرسنه. افرادی هم که بدون روح القدس، یعنی بدون این ملاقات با خدا، با روح القدس زندگی میکنن، واقعا اینطوری هستن که گرسنه هستن، گرسنه حیات، گرسنه شادی و آرامش هستن. و این بود که توی قلب روح القدسه که به شما اینو بگم. و همینطور میگه آخر به خود آمد. و امیدوار هستم و دعای ما عزیزان ما باید اینجا باشه که این افراد، این دخترها، پسران خداوند واقعا به خودشون آیم، بدونن چه چیزی رو ترک کردن. آخر به خود آمد، گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارن، کسانی که واقعا اینجا توی در ملاقات با خدا زندگی میکنن یا دارن، و من از گرسنگی هلاک میشوم. برخواسته نزد پدر خود میروم و به او خواهم گفت ای پدر، به آسمون و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. گفته که من واقعا میخوام برگردم و من میخوام الان نه عنوان پسر بلکه عنوان غلام. و پدر و عیسی مسیح هم روح القدس میگه که شما پسران دختران من هستین، شما نمیخوام عنوان غلام، برای غلام من شما رو نجات ندادم. و معمولا خیلی هستن که خجالت میکشن برگردن کلیسا، چون 2 سال 3 سال 4 سال کلیسا نبودن. فقط متوجه بشین که روح خدا با شماست و روح خدا هست و محبت خدا شما رو میبینه و در همه جایی که قرار گرفتیم میشناسه و میدونه دردهای شما رو، از دردهای شما آگاه هست. و اونجا میگه در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمد و او را در آغوش خود کشید و بوسید. من احساس میکنم برادر خواهر عزیز، اعضای کلیسای آلفا اومگا، این پدر، همون پدری که اینجا عیسی مسیح توضیح داد، این منتظرش ماست با همون دل، با همون محبت. پدر منتظره، پدر نگاه میکنه و وضعیت تک تک ما رو میدونه. شاید افرادی هم که اینجا هستن، شاید هم رفتین آمدین اصلا عیسی رو جدی نمیگیرین، و امروز هم برای شما هم این پیامی هست. اون پدر منتظر شماست. این پدر از پنجره خونه خودش رو نگاه میکنه، میگه که این پسرم کی برمیگرده. بعد از این که آمد اونجا جامعه، بعد از این به غلاماش گفته جامعه بهترین جامعه رو بپوشونین، و همینطور هم در دستش این حلقه رو گذاشت و همینطور این نیلین در پایشون گذاشت، گفته که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس
به شادی کردنش رو نمودن. این پیامی هست که خداوند اون پدر آسمانی ما منتظره، منتظره کسانی که دور شدن دوباره برگردن، دوباره عضو کلیسا هستن که دوباره برگردن، که بتونیم الان به وسیله روح خداست تسلی بدیم، بنا کنیم و خودشون هم بتونن بایستن. منظور این نیست که زمانی که نگاه میکنیم این پسر زمانی که برگشت با توبه و بازگشت برگشت، نه با بگم با چی میگن حق خودم الان آمدم اینجا، منظوری نیست. منظور اینه که واقعا با توبه و بازگشت برگردین و هیچ کسی اینجا داوری نمی کنه، بلکه روح خداست که میخواد دوباره شما رو بنا کنه، دوباره این شادی رو برگردونه، دوباره این آرامش رو برگردونه. محبت پدره که الان دختران و پسران آلفا اومگا رو صدا میکنه که برگردن. به این خاطر ما هم الان با کمک برادرمون آرش و رهبرهای کلیسا میخوایم یک واتساپ درست کنیم، واتساپ اعضای کلیسای آلفا اومگا، که افرادی که عضو کلیسای آلفا اومگا یعنی اینجا تعمید گرفتن و همینطور هم میخوان به هر حال عضو بمونن، و همینطور هم منظوری نیست که عضو بمونن الان فقط اسمی، یعنی یه چیزی هست که واقعا با قلبتون باید بطلبه و حتی میتونم میگم افتخار کنین که من واقعا توی کلیسا آلفا اومگا یه عضوی از این بدن هستم، اینجا تعلیم گرفتم و میخوام اینجا بیشتر و بیشترم در این قسمت هم بیشتر آموزش ببینم. منظوری نیست که ما شما رو صدا میکنیم بیا اینجا خدمت کنی، دنبال این نیستیم، دنبال این هستیم که ملاقات با خدا داشته باشین، زندگی شما واقعا دوباره پر از شادی تو بر قدرت و غیرت و همینطورم نام مسیح جلال پیدا کنه. این هدف ماست، هدف روح القدسه. به این خاطر دوباره میگم شما یتیم نیستین، روح خدا هست و مطمئن هستم روح القدسه که الان با این دعاهای ما، با این موعظه‌های ما دنبال شما خواهد گشت و از طریق خواب، از طریق رویا نشون خواهد داد برگرد پسرم، برگرد دخترم، خانه پدر اینجا نان فراوان هست، شادی فراوان هست، آرامش فراوان هست، نه عنوان غلام بلکه عنوان فرزند. آخرین آیه رو میخوام بخونم در اشعیا نبی باب 41 آیه 13 و 14، میگه که زیرا من که یهوه خدای تو هستم، دست راست تو رو گرفته به تو میگویم، مترس، زیرا من تو رو نصرت و پیروزی خواهم داد. ای فرزند من و ای پسران و دختران آلفا و اومگا، مترسید، زیرا که خداوند خدا، خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می باشد می گوید من تو را نصرت و پیروزی خواهم داد. با هم دعا کنیم عزیزان. می خواهم اولین قسمت همینطور ببینی که همین جایی که الان نشستین، آیا باور میکنی که روح خدا یا همون عیسای شخصی تو که فقط برای تو اینجا آمده کنار توست یا نه؟ باور میکنین اونجاست نه تو رو داوری کنه یا محکوم کنه یا کنترل کنه؟ بلکه او یک مدافعی، یه رهبره.
مددکار کنار توست. یک کسی هست که آمده مخصوصا تو رو محافظه کنه. این محافظ شخصی توست که کنار تو نشسته. تو که در این دنیا بدون او بی دفاع هستی، یک کسی هست که تو درمانده و در زمانهای تنهایی با حضورش بنا میکنه. اون یک معلمی هست که کنار تو نشسته که به تو درس یاد بده در جایی که ضعف داری، تو رو کمک کنه. همینطور شاگرد عیسی مسیح یوحنا که صورت خودش رو گذاشته روی آغوش عیسی مسیح، همینطور که روح خدا رو به تو میگه تو هم میتونی صورت خودت رو آغوش من بذاری. من هستم، هرچقدر نمیبینی من هستم. هستی که همون روح القدس یا عیسی شخصی تو همیشه بود با خودت داری. و او از خودش صحبت نخواهد کرد، بلکه هر چیزی که میشنوه از همون عیسایی که در دست راست پدره به تو خواهد گفت. عیسی مسیح به تو میگه دخترم و پسرم، تو یتیم نیستی، تو یتیم نیستی. که تو الان تو اینجا هستی، همین سرودی که خوندیم خداوند روی تو ما رو احیا میکنه. بیا الان حالا خودت و حضور خودت رو به ایشان نشون بده. ای تسلی دهنده تو، بیا بگذار دست رحمت تو، عشق تو خداوند در کنن الان تو قلبشون سول و سلامتی. الان خداوند دعا میکنم روی تو بیاد، الان مثل یک کبوتر بیاد خداوند، با وفاداری تو خداوند بیا احیا کن. بردارین الان این شالوم خداوند رو، شالوم روح القدس رو بردارین. احساس میکنم روح القدس میگه که من میخوام تو رو به آرامش خودم ببرم. و همینطورم دعا میکنم برای بینندگان. خداوند دعا میکنم هر کسی که اونجا هست الان نگاه میکنه، یا امشب یا فردا یا پس فردا، دعا می
میکنم خداوند تو روح القدس چیزی که به من گفتی خداوند تو خودت خداوند پسران و دختران آلفا اومگا رو برگردونی برگردونی خداوند و احیا کنی بنا کنی دعا میکنم اینو تو قلبشون بذاری که پدره که صدا میکنه نه من اونجا عنوان شبان بلکه پدره که صدا میکنه با قلبشون صحبت کن روح القدس و برگردون و بدونن که مهم هستین عزیزان برادر خواهرای عزیز شما مهم هستین آن پدر شما رو دوست داره و شما رو خوانده و دعا میکنیم روح القدس تو هستی که افراد رو میبینی و تو هم میتونی خودمان با قلبشون صحبت کنی و برگردونی که کلیسای تو خانه تو پر باشه از یا کسانی که اسیر بودن خداوند الان آزاد شدن کسانی که خداوند اونجا درگیر بودن الان آزاد شدن که عیسی مسیح جلال پیدا کنه اینو دعا میکنم و ممنون هستم روح القدس که دعای ما رو شنیدی و همینطور دعای این عزیزان رو خداوند شنیدی و جواب خواهی داد اینو دعا میکنیم در نام عیسی مسیح آمین آمین یه دست بزنیم برای عیسی مسیح و برای روح القدس